الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن با مساقه وطنخواه. به نظرتون با این حمله منتسب به اسرائیل، اگر اسرائیلی ها تایید بکنن که پشتش بودن، الان دو طرف برابر شدن، اسرائیل دست بالا رو گرفته یا همچنان جمهوری اسلامی برنده است؟ ببینید، من نمیتونم راجع به کی برنده و کی بازنده شده صحبت کنم، چون واقعا کامل نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا به خاطر مثال بگم، اگر این واقعیت، حالا بعد دید این واقعیت بوده که اسرائیلی‌ها با موشک از خاک خودشون به قول ما قلب ایران، استان اصفهان، مرکز ایران حمله کردن، اونجا نزدیک به اون جای حساس اتمی نظامی، خودش اصلا بحث رو کاملا میتونیم بگیم عوض میکنه. ما تو این 20 و چند سال همش میشستیم بحث این بود که آیا نیروی هوایی اسرائیل همچین توانایی داره که بخواد به تأسیسات ایران حمله کنه، از کدوم سمت میخوان پرواز کنن، نمیدونم ریفیولینگشون از کجا میخوان بگیرن. اصلا تمام داستان عوض شد اگر بتونن از موشک‌های تجهیزات موشکی جدید خودشون، تکنولوژی جدید خودشون استفاده کنن. میتونم بگم که خب این میتونم بگم اسرائیلیا به ایران نشون دادن که این قدرت رو دارن، این خودش برده. ولی من نمیدونم دقیقاً این اتفاق افتاده یا نه. از یه طرف میتونیم بگیم که ایرانیا میتونن به اسرائیلیا بگن که ما پدافندمون جلوی شما رو گرفت، میتونیم بگیم اونا برنده شدن. حالا این مسئله نظامیش خیلی به نظر من سخته که بخوام ارزیابی کنیم کی برد، کی بازنده شد. جایی که معلومه ما الان هستیم درونش اینه که دو تایی به هم نشون دادن که میتونن به هم ضربه بزنن. حالا سوال بزرگ اینه که این جنگ به دردشون میخوره، آینده‌اش چیه، به نفع کیه؟ و هیچی فردا جان یادمون نره، واقعا کشور آمریکا داره سعیشو میکنه که جنگ منطقه‌ای نشه. یه جای تازه‌ای برای آمریکا، آمریکایی که 45 سال جمهوری اسلامی بهش فحش و بدی گفته، الان داره پشت پرده انقدر زحمت میکشه که جنگ رخ نده و در منطقه جنگ منطقه‌ای ایجاد نشه. ولی این تنشی که الان به وجود اومده چقدر فکر می‌کنی تأثیر می‌ذاره رو معادلات بین ایران و اسرائیل، به خصوص برای گروه‌های نیابتی که ایران از اونها حمایت می‌کنه و همینطور برای اسرائیل برای عملیاتی که در جای مثل سوریه انجام میده؟ ببینید، حرف جمهوری اسلامی، خیلی از تو جمهوری اسلامی میگن که اون حمله‌ای که اسرائیل کردن به سفارت کنسولگری ایران در دمشق در سوریه یه تله بود که ایران یه واکنش بزرگ از خودش نشون بده، اسرائیلیا آمریکا رو مجبور کنن بیاد تو صحنه و اینجوری کار جمهوری اسلامی رو تمام کنن. من میگم ممکنه قضیه جور دیگه باشه. ممکنه اسرائیلیا دارن به جمهوری اسلامی میگن که آقا شما علنن میگید ما رو میخواید نابود کنید، ما رو به رسمیت نمیشناسید، نشستید و میلیون ها دلار هر ماه دارید به این گروه های نیابتی میدید و اینا دارن همینجوری متر و متر نزدیکتر به ما میشن. ما چندین سال به قول معروف زیر سیبیلی در کردیم، ولی بعد حمله ای که حماس کرد به اسرائیل 6-7 ماه پیش واقعا داستان عوض شده. اسرائیلی که نمیتونن بشینن و نگاه کنن از دیدگاه اونا، آدم بالاخره بعد یه قضاوتی که میکنه خودشو جای اون یکی هم بذاره، هر به نظر من. و این حالا باید دید که ایران واکنشش چیه. ایران الان دو راه داره. راهش اینه که بیاد بگه که نه، من همون پافشاری میکنم، گروه های نیابتی کمک میکنم، این سیاست منه، من تا آخر خط میرم، نابودی اسرائیل برای من از همه چی مهمتره، جنگم شد برای من فرقی نداره. این یه خط. یا این که الان میتونه واقعیت بپذیره که الان خود ایرانی‌ها دیدن تنها بودن، نه دنیای عرب پشت ایران وایساد، نه کشورهای مثل چین و روسیه. حالا ممکنه حرفی زدن مثبت راجع به ایران، ولی در عمل کاری برای ایران نکرد. و این الان ایران میتونه اینو بپذیره که ببینید غربیا در عمل واقعا این برنامه اتمی ایران رو الان پذیرفتن دیگه، واقعا ما میبینیم زیاد پذیرفتن این مسئله رو. اگر ایران بخواد با غربیا سری معامله بیاد، همین کارهایی که با دولت آقای بایدن 2-3 سال پشت پرده کردن میتونن گسترش بدن. یعنی میخوام بگم میتونن فشار از خودشون کم کنن، ولی نمیتونه جمهوری اسلامی هم به گروه‌های نیابتی کمک کنه، هم تحریم‌ها رو از سر خودش ورداره، هم برنامه اتمیش رو ادامه بده. این همه‌شون نامه این ستا توی جوب نخواهد راه. یعنی الان موقعی که به نظر من و جمهوری اسلامی تو این چند 20 و چند سال اینه که اینا دنبال این جبهه مقاومت بودن، این اولین باره که واقعا باید میگم مردم ایران تو چششون نگاه کنن بگن این جنگ جنگی که باید انجام بشه. چون من واقعا قبول ندارم این جنگ انتخابیه، جنگ ملی نیست، این صدام نیست که به ایران حمله کرده، این ایرانی
که میخواد به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بره خیر اسرائیل رو بگیره، یه جنگی که واقعا میام خیلی خطرناکه برای ایران. اصلا ما میتونیم پیش بینی کنیم که ایران رو خواهد نابود کرد اگر یک جنگ بشه بین ایران و اسرائیل، چون ما میدونیم اسرائیل تنها نیستن، تمام غرب پشت اسرائیل. ممنونم از شما الکس وطن‌خواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن.